به نام خداوند بخشنده‌ای که باشد مددکار هر بنده‌ای، ارادتمند تک تک دوستان و عزیزان در کانال کالج باستانی. امیدوارم که مثل همیشه شاد و پر انرژی باشید. دوستان گرامی و عزیزان فرهیخته، ما در ادامه ادامه کلیپ های سلسله مراحل سنگ ها، این کلیپ رو اختصاص دادم به سنگ ابلق. خب حالا ما سنگ هایی رو شنیدیم که اسم این سنگ ابلق هست. سنگ ابلق یعنی چی؟ معنی سنگ ابلق یعنی چی؟ آیا در دفینیابی از سنگ ابلق استفاده می شده یا نه؟ ببینید، از نظر لغوی ابلق یعنی دو رنگ. ابلق یعنی رنگ سفیدی که رنگ دیگه‌ای بر روی اون رنگ سفید باشه. ابلق یعنی سیاه و سفید. این معنی سنگ ابلق هست. و اما سنگ ابلق چی هست دوستان؟ ببینید، سنگ ابلق اولا که معمولا در طبیعت معمار سنگ ابلق رو به رنگ کبود گذاشته، سنگی هست که تکه و به دلیل تک بودن معمار اومده چیکار کرده؟ اومده یک سری مراحلی رو در اطراف این سنگ با توجه به موقعیت جغرافیایی و همینطور خدمت شما عرض بشه که نوع مذهب اومده کار گذاشته. نوع مذهب رو دوستان عزیز مد نظرتون داشته باشید. معمولا معمار اومده در سمت طلوع و غروب آفتاب. ببینید، ما در بحث محیط نگاری همیشه میگیم زاویه تابش آفتاب مهمه. همیشه عرض کردم خدمت شما که هر آیین، هر دینی برای خودش یک قبله داشته و قبله ایرانیان باستان طلوع و غروب خورشید هست. طلوع و غروب. خب حالا این سنگ ابلق که تک هست و به رنگ کبود هست و اومده چیکار کرده؟ اومده میگه که معمار اومده میگه با توجه به شرایط محیطی شما طلوع و غروب آفتاب رو در نظر بگیرید، این منطقه رو بررسی بکنید. تا شعاع نهایتاً 15-20 متری سنگ رو، یعنی شما سنگ رو مرکز دایره قرار بدید، دور تا دور این رو در نظر بگیرید، شمال و جنوب رو فاکتور بگیرید، فقط شرق و غربش، شرق و غرب رو نگاه بکنید، یک کیس مشکوکی خواهید دید. و اما در رابطه با مذهب که عرض کردم خدمت شما دوستان عزیز، این سنگ ابلق بعد از اسلام هم استفاده شده، لذا شما میتونید در جهت قبله فعلی هم علاوه بر طلوع و غروب آفتاب که در قبل از اسلام معمار در نظر میگرفته، یک سری مواردی رو هم بعد از اسلام انجام دادن که در جهت طلوع آفتاب هست. در جهت طلوع آفتاب هم تا شعاع 10-15 متری رو هم بررسی بفرمایید. خیلی نمیخوام کلیپ طولانی بشه، سعی دارم کلیپ ها خیلی کوتاه بشه که دوستان سنگی رو که مد نظرشون هست رو سریعا نگاه بکنن و همون مطلب رو گوش بکنن، لذا وقتتون رو نمیگیرم، حمایتمون بکنید با لایک و سابسکرایب. عرض خاصی نیست، باز هم مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوهای زیبای شما سروران گرامی. حق نگهدار، رضا ابراهیمی هستم.